بسم الله الرحمن الرحیم. پیامدها و ضررهای بدعت. طبعا وقتی که گفتیم که بدعت در دین یک امر ناروا و ضروری هست، باز در این شک نیست که وقتی که انسان مرتکب بدعت می شود، این پیامدها و ضررهای دارد. برادرای محترم، بعضی از مردم بدعت را بدون و تقسیم کرده، یک را میگه بدعت حسنه و یک را میگه بدعت سیئه. بدعت حسنه او است که میگن که بدعت برای دین باشه نه در دین، و یک بدعت سیئه هست که بدعت در دین باشد. لیکن علمای دیگر میگن که این تقسیم نادرست است. وقتی که بدعت شد در دین، خوب و بدی نداره. همه بدعت که در دین بود، او یک کار حرام و ناروا هست. اما بدعت در امور زندگی یک امر مطلوب است. خوب برادرای محترم، پیامدهای و بدی و ضررهای بدعت که هستن، ای هم تقسیم می شود به دو قسمت، که یک بدعت در عقیده، عمل، عبادت و سایر احکام تاثیرات منفی دارد که می توان آن را در امورات زیل تقسیم کنیم. اول، تاثیرات منفی بدعت در دین، یعنی وقتی که بدعت صورت می گیره، بری دین چی پیامدهای بدی داره، چی تاثیرات منفی داره. اولین تأثیر منفی بدعت در دین ای است که در حقیقت اسلام را ناقص دانستن هست. یعنی بدعت گزاران به بدعت خویش دین را ناقص می پندارن و فکر میکنن که این کار خو اصلا از دین باید می بود، لیکن نیست، و به این اساس دین ناقص است. ما با ایجاد این کار در دین، دین را تکمیل میکنیم، یعنی در حقیقت دین را ناقص میدانند. که این کار بدعتگران در حقیقت مخالف قول الله متعال هست که می فرماید اليوم اكملت لكم دينكم است. يعني الله متعال می فرماید که ما امروز دین شما را به شما کامل کردیم. لیکن متاسفانه وقتی که کس بدعت میکند در دین، تصورش است که دین ناقص است و ما او را به این کاری که ایجاد میکنیم تکمیل میکنیم و پورا میکنیم. و خطرناکترین ضرر بدعت، تأثیر منفی آن در عقیده مسلمان می باشد و او این که دین را ناقص بداند. در حقیقت دین را ناقص دانستن نقض و منافی عقیده اسلامی است، مناقض عقیده اسلامی است که کسی در رابطه با دین تصور داشته باشد که این ناقص است و ما او را پورا می کنیم. تأثیر منفی دیگر در حقیقت، یعنی تهمت نمودن پیامبر صلی الله علیه و سلم است، تهمت بر پیغمبر است. بدعت و نواوری در احکام دین به این معنی است که شاید پیامبر اسلام وظیفه خود را به صورت کامل و درست انجام نداده و دین را ناقص بیان داشته است، بناً ضرورت به ایجاد احکام جدیدی برای عبادت می باشد. که این طرز دید کفر و تهمت بالای حضرت پیامبر صلی الله علیه و سلم می باشد. یعنی کسی که یک امری از طرف خود در دین ایجاد می کنه، شاید تصورش این معنایشی است که امکاندار الله متعال خود دین را کامل فرستاده هست، لیکن نعوذ بالله من ذلک رسول الله صلی الله علیه و سلم بعضی چیزها را به ما نرسانده و نعوذ بالله در تبلیغ دین خیانت کرده و آل ما او را تکمیل میکنیم. یعنی معنیش ایست که رسول الله صلی الله علیه و سلم را در تبلیغ و در رساندن دین
متهم کردن هست که ایره به شکل درست نکرده. تأثیر منفی دیگری بدعت بر دین ای است که علما ای است که هر بدعتی که به میان می آید یک سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم را از بین می برد. علما و دانشمندان اسلام به این نظرند که هر بدعت یک سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم را از بین می برد. عالم این پیامدهای بدی بدعت برای شخص بدعت کار، خود همی کسی که بدعت میکنه بدعت برای او چی اضرار و پیامدهای منفی و بدی دارد. شخص بدعت کار ضررهای را برای خود جلب میکند که عبارت اند از یک فساد در عقیده. یعنی شخص بدعت کار نخست عقیده خود را خراب میکند، زیرا معتقد بودن به بدعتها بالاخره انسان را به گمراهی و کفر میکشاند. گفتیم که یکی از بدعتها یعنی سبب تأثیر منفیشی است که دین را ناقص بدانه، ای خود مناقض عقیده است. یکی است که پیغمبر صلی الله علیه و سلم را با خیانت و با عدم رساندن دین به شکل درست متهم بکنه، ای خود منافی عقیده است. به خاطر بدعتکار عقیده خود را فاسد می سازد. دوم، عمل بدعتکار، هر عمل بدعتکار مردود می باشد. هیچ عمل بدعتکار مورد قبول الله قرار نمی گیرد تا وقتی که از بدعتش توبه نکند و از بدعت منع نشود. به این خاطر رسول الله صلی الله علیه و آله فرموده من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. کسی که در دین ما یک چیزی نوی را ایجاد بکنه او مردود است، قابل قبول نیست. مسئله سیومی است که توبه بدعتکار قبول نمی شود تا آن وقت قبول نمی شود که بدعت خود را ترک ننموده و از آن توبه نکند. تا وقت که به بدعت خود قائم هست از او توبه نکرده باشد و پشیمان نشده باشد توبهش قبول نمی شود. چهارمی است که در حقیقت بدعتکار خود را از امت پیغمبر صلی الله علیه و سلم خارج می کند. رسول الله صلی الله علیه و سلم در جواب امیسی مردمی که آمده بودن به خانهش گفت من رغب عن سنتی فلیس منی، کسی که از سنتهای من دوری نموده از جمله من نیست. یعنی معنی شیست که کسی که به سنت عمل نمی کنه بدعت می کنه او برا و طریقه ما نیست و از امت ما خارج می شود. تأثیرات منفی بدعت در راه انتشار اسلام چی است؟ بدعتکار نه تنها این که از داخل ضربه به پیکر اسلام می زنند، بلکه اشتباه خطرناک دیگرش این است که سایر مردم غیر مسلمان را در دوری از اسلام تشویق می کند که این گونه ضرر را می توان در نقاط زیل تشریح نمود. اول، دشمنان اسلام را در متهم نمودن دین مقدس اسلام همکاری می نمایند. اکثرا دشمنان اسلام برای این که مردم جهان را از دین مقدس اسلام بدور نگه دارد اتهاماتی بر اسلام می پیوندند که در احکام دین مقدس اسلام وجود ندارند. ولی اشخاص بدعتکار با وارد نمودن افکار غیر درست و اندیشه غیر اسلامی برای دشمنان شانس می دهند که به ضد دین مقدس اسلام تبلیغ بکنند و یعنی خودشان دسته در تیشه دشمنان می اندازند تا که با قوت به ضد دین تهمتها وارد بکنه و مردم را از دین دور بکنه. دوم، متنفر ساختن مردم از دین مقدس اسلام. بدعتها غالبا امور بسیار بده می باشد که به اسم اسلام در بین مردم پخش می گردد. لذا غیر مسلمانان با دیدن چنین اعمال زشت میان مسلمانان آن را جزء اسلام دانسته
از پذیرش اسلام متنفر می شوند و از اسلام دور می شود. ای از بعضی از چیزای منفی که بدعتکار در راه انتشار بدعت ایجاد می کند. ولی برادرای محترم، بعد از اینکه ما شما بدعت را شناختیم و حکم بدعت را هم دانستیم، اسباب انتشار بدعت را هم دانستیم و پیامدهای بدی و اضرار بدعت را هم دانستیم، حالی چگونه می توانیم بدعت را اصلاح کنیم و راه بدعت را بگیریم؟ برادرای محترم، یگانه راهی بر چیدن بساط بدعت همان راهی است که از طریق آن دین الله توسط پیامبر الله محمد صلی الله علیه و سلم در روی زمین منتشر گردیده و وس نشر معلومات صحیح و دقیق درباره دین. یعنی مردم را باید ما به دین درست آشنا بکنیم و معلومات صحیح در رابطه به دین برای اونا برسانیم، بدعت خودش از بین می رود. بنابر این راه مؤثر مقابله با بدعت پخش و نشر تعالیم دقیق و صحیح اسلام در میان مسلمانان است. به تعبیری یکی از دانشمندان، انسان ها فقط بعد از غروب آفتاب ستاره ها را می بینند، اما زمانی که خورشید طلوع می کند دیگر ستاره ها پنهان می شوند. به همین صورت اگر علم صحیح دین در میان جامعه اسلامی و مردم منتشر گردد، مجال برای ظهور بدعت ها و خرافات باقی نمی ماند. پس بیاین برادرای محترم، وقت خود را برای از بین بردن ستارگان ضایع نکنید، بلکه خورشیدهای علم را به وجود بیاورید تا ستارگان خود به خود پنهان شود. دیگر راهی به بزور و قوت و تفنگ و لتکوب بدعتها از جامعه گم نمی شود. راه صحیح شمی است که ما مردم را به دین بفهمانیم، دین را به شکل درست و صحیح برای اونا تشریح بکنیم، سنت و بدعت را برایشان تفکیک بکنیم و به این شکل بدعت از اجتماع اسلامی گم می شود و جای خود را به علم صحیح از اسلام می ماند.